در حالی که بحران کمبود گاز در ایران ادامه دارد و مقامها از قطع گاز خانگی در برخی مناطق خبر می‌دهند، مردم معترض به ناتوانی حکومت در تامین گاز، اظهارات مسئولان و عوامل جمهوری دجال اسلامی را در باره بینی زمستان سخت برای اروپا به دنبال تجاوز نظامی روسیه به اوکراین تمسخر می کنند. بر اساس اظهارات فرمانده ملعون شهرستان خواف در استان خراسان رضوی افت فشار گاز در این منطقه موجب شد گاز خانگی برای خانوارها قطع شود همچنین استانداری دجال خراسان رضوی اعلام کرد با توجه به کمبود گاز و سرما همه مدارس و مراکز آموزشی و همچنین اداره های این استان روز شنبه تعطیل خواهد بود. در استان خراسان شمالی نیز با دستور استاندار تعطیلی اداره ها، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مدارس این استان به دلیل کمبود گاز و سرما، تا روز یک شنبه 25 دی ماه تمدید شد. محمد رضا رضوی راد رئیس انجمن سنفی جایگاه داران سی خراسان رضوی نیز خبر داد که این جایگاهها در شهرهای استان از شامگاه چهار شنبه به دلیل افت فشار تعطیل شدند. همزمان محمد جولای نکبت مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز با بحرانی خواندن میزان مصرف گاز در کشور گفت در کل اگر مصرف از عدد 650 میلیون متر مکعب بالاتر برود وارد شرایط بحرانی گاز شده ایم پیشتر جواد اوجی حرامزاده وزیر نفت نیز از مردم خواسته بود همکاری کنند تا هیچ کجای کشور دچار قطعی گاز نشود او از مردم خواسته بود از وسایل گرمایشی کمتری استفاده کنند و گفته بود من به محض اینکه وارد خانه می شوم سریع لباس گرم و جوراب می پوشم و نمی گذارم اصرافی شود. این اظهارات در حالی است که پیشتر خود وزیر نفت دجال از زمستان سخت در اروپا به دلیل قطع انتقال گاز روسیه گفته بود، و مدعی شده بود جمهوری ملعون اسلامی میتواند به اروپایی ها در زمینه عبور از زمستان سخت کمک کند همزمان با افزایش مصرف گاز در فصل زمستان اما مقام های صفاک که جمهوری اسلامی مردم را به برخورد با مشترکان پرمصرف تهدید کردند از سوی دیگر گاز صنایع و 840 سازمان و نهاد دولتی و عمومی در استانهای مختلف قطع شد مقامهای دجال جمهوری اسلامی ناکارآمدی خود را در زمینه مدیریت کشور بر عهده نمیگیرند و تلاش می کنند بحران انرژی به وجود آمده را به سرمایه بیسابقه و ادعای افزایش مصرف از سوی مردم رفت دهند. گروهی از ایرانیان مقیم فرانکفورت برای دومین جمعه متوالی در مقابل مرکز اسلامی این شهر که وابسته به جمهوری دجال اسلامی است تجمعی اعتراضی برگزار کردند این تجمع اعتراضی در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران برگزار شد و معترضان خواهان بسته شدن این مرکز شدند گروهی از ایرانیان معترض نیز از جمعه گذشته تا کنون تحسن خود را در این محل ادامه دادند بسته شدن تمامی مساجد و مراکز و نهادهای مرتبط با جمهوری دجال اسلامی سفارت و کنسولگری ها در شهرهای آلمان و اخراج سفرا و دیپلمات های ایرانی از این کشور از جمله خواسته های تجمع کنندگان است از سوی دیگر به گفته ایرانیان مقیم فرانکفورت کارکنان این مرکز بارها شماری از شهروندان از جمله فعالان سیاسی ایرانی در آلمان را تهدید کرده اند و به همین منظور تجمع کنندگان مقابل مرکز اسلامی خواستار اخراج کارکنان آن هستند معترضان ایرانی همچنین مرکز اسلامی فرانکفورت را لانه جاسوسی جمهوری دجال اسلامی برای یهود ستیزی و ایران ستیزی دانستند و اعلام کردند تحسن خود را تا زمان تعطیلی این مرکز و نیز تا پایان پیروزی انقلاب مردم ایران ادامه خواهند داد این مرکز از سی سال پیش در شهر فرانکفورت فعالیت می کند. اما از سال 2008 به بعد فعالیتهایش بیش از پیش مورد توجه ایرانیان در آلمان قرار گرفته است. فرانکفورت اما تنها شهر آلمان نیست که مراکز اسلامی وابسته به جمهوری دجال اسلامی در آن فعال است. در اشتودگارت، کلن، برلین، و هامبورگ نیز مراکز مشابهی از سالهای پیش تا کنون فعالیت می کنند. مرکز اسلامی هامبورگ در سالهای اخیر بسیار جنجال آفرین بوده است. پارلمان فدرال آلمان طرحی را با عنوان از جنبش اعتراضی در ایران حمایت کنید، فشار بر رژیم تهران را افزایش دهید، تصویب کرد که بر اساس یکی از ماده آن از دولت آلمان خواست تا بررسی کند آیا مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته شود و اگر آری چگونه؟ این طرح 25 ماده داشت و با حمایت سه حزب تشکیل دهنده دولت اطلافی آلمان یعنی احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات آزاد به تصویب رسید. سال 2020 نیز گزارشی از سرویس اطلاعاتی آلمان منتشر شد که این سازمان کار رصد گسترده شبکه های ایرانی را در داخل مساجد و مراکز شیعیان به عنوان امتداد نفوذ ایران در آلمان آغاز کرده است. پرتاب میز و بشک از پشت بام بر روی سر مأموران یا خدا بارش میز و بشک از پشت بام بر روی سر مأموران خامنه ای رضا پیر فلک کیان در اینستاگرام با انتشار عکسی از میسم پیرفلک پدر کیان نوشت که او همچنان در بیمارستان بستری است او افزود حال عمومی پدر کیان از نظر علائم حیاتی مساعد است اما آسیب جدی به ستون فقرات و نخاع وارد شده و قادر به راه رفتن و ایستادن و حتی نشستن نیست در پی انتشار این خبر مردم شجاع ایزه به خیابانها ریختند و درگیری بسیار شدیدی بین مردم و سرکوبگران درگرفت در این درگیری مردم عیزه دست به ابتکار زدند و از پشت بام منازلشان میز و بشک بر سر سرکوبگران پرتاب کردند.